بزرگ احیاگر شاعر اهل بیت اسمت و تعارت علیه السلام مرجع آلی قدر حضرت الله العزما شیرازی مدز العالی فرمودند نهم ربیع اول روزی است که در روایت معتبر به غدیر سانی تعبیر شده است معظم الله با اشاره به کلام امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام به صحابی جلیل قدر حزیفه که می‌فرمایند ای حزیفه امروز روز رفع سختی و دشواری روز زدودن اندوه و پریشانی و روز غدیر دوم از تصریح کردند روز نهم ماه ربیع الاول به عنوان قدیر ثانی در کنار روز هجدهم ماه زلحجه روز عید قدیر در واقع دو بال و دو بازوی اعتقادی اسلام یعنی اصل تولی و اصل تبری را تشکیل می دهند و این بدان معناست که قدیر اول و قدیر ثانی به عنوان تولی و تبری مکمل یکدیگر هستند و هیچ یک از دیگری جدا نیست مرجعیت شیعه با تاکید بر اینکه تولی و تبری از ثوابت اساسی دین و از مسائل اعتقادی اسلامند و نه از فروع آن افزودند در واقع تولی و تبری دوبال نیرومند توحید هستند زیرا توحید ایمان به خدا و وحدانیت اوست و تولی دوستی به اولیای خدا و تبری بیزاری از دشمنان خداست و این از شعون توحید است همچنین این امر در مورد نبوت و امامت نیز صادق است در حقیقت تولی و تبری جزء فروع و اعمال نیست بلکه جزء اصول و امور قلبی و اعتقادی است معظم الله با بیان حدیث شریف هل الدین الا الحب و البغز یعنی مگر دین چیزی است جز دوستی خدا و دوستان خدا و دشمنی دشمنان آنان بر جدایی ناپذیری دو امر تولی و تبری از یکدیگر تاکید کردند و فرمودند هر جا که تولی باشد تبری نیز هست و از یکدیگر جدا نیستند و در غیر این صورت اسلام و مسلمانی دین و دینداری کامل نخواهد بود در ادامه معظم الله با بیان آیه 22 سوره مجادله که میفرماید لا تجدو قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من هاد الله و رسوله هیچ قومی را نیابی که به خدا و روز واپسین ایمان داشته باشند و با کسانی که با خدا و رسولش مخالفت و دشمنی کرده باشند دوستی ورزند ادامه دادند دوستی اولیای خدا و محبت دشمنان او قابل جمع نیست بلکه اسلام تولی اولیای خدا است که در اید قدیر تجلی یافته و تبری از دشمنان خدا است که در غدیر ثانی چهره نموده است تعبیر قدیر ثانی در روایت احمد ابن اسحاق از آن رو تفکر و تدبر است که مکمل قدیر اول و از آن تفکیک ناپذیر است که همان معنای تولی و تبری است.